اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وطلح منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوع. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره واقعه را مطرح می‌کنیم. دیشب در ادامه مطالب به این قسمت منتهی شد سخن که پروردگار مهربان در توصیف جایگاه مقربان، پیشتازان، پیشکسوتان میدان معرفت و فضیلت، اونها که به جان و جد تمام وجود رو در طبق اخلاص نهادند و هیچ تندی، کندی و سستی عمل نکردند، اشارت نمود، بشارت داد که این جایگاه عالی در انتظار اونهاست که گفتیم دیشب، تکرار نمی کنم مطالب رو. و اشاره شد چه این گروه چه گروه بعدی که امشب در ادامه مطلب گفته می شود، وقتی خداوند نعمتهای بهشت رو در حق این جماعت مطرح می کند، مراتب نعمت متفاوت است. نعمتها و التزازات جسمی است، مشترک بین جسم و روح است و روحی و فراتر از آن است که شاید فوق ادراک امروز ما آدمیان و انسان هاست. این یه نکته. و نکته دیگر هم که باز امشب هم تأکید خواهیم کرد، خداوند فضایی رو ترسیم می کند که ما در اون نیستیم عزیزان و در اون فضا زندگی نمی کنیم، اما می توانیم با اون صفات امروز زندگی کنیم. و اگر با اون صفات امروز خود رو متصف کردیم، اونگاه جایگاه ما چنین مقام عالی خواهد بود. می توان بهشتی وش فکر کرد و بهشتی خوب زندگی کرد. کسانی که چنین می کنند، فرداهای اونچنان در انتظارشون خواهد بود. این یکی از ابعاد تأکید قرآن به فضای زیبا و دلانگیز بهشت است که شاید کمتر این بود مورد توجه قرار گرفته باشد. در آخرین قسمت گفتیم که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، اینها در بهشت هرگز نمی شنوند هیچ لغوی رو. رنجهایی که از طریق استماع، شنیدن و گوش داشتن به سر می آید، دیگه سخن یاوه بیهوده نمی شنوند. اون چه می شنوند الان اشاره می شود نیست مگر سلامن سلاما که توضیح داده خواهد شد. و اینها تعصیم ندارند. و اشاره شد تعصیم کسی رو به گناه نسبت دادن یا خود رو به گناه کاری معرفی کردن که هر دو زشت است. دیگران رو متهم کنیم به گناه و انگ و عنوان بر اونها بزنیم، یا خودمون رو شهره مردم کنیم به زشتی و گناه کاری و پرده گناه رو باز کنیم. هیچ کدام جایگاهی در شرع مقدس اسلام ندارد و خوی بهشتیان نیست. این خصلت انسانهای موفق نیست. و اشاره شد که کسانی لغو نمی شنوند که در دنیا لغو نمی گویند. این بخشی از زندگی ماست. متاسفانه گویه و گوینده و شنونده مبتلای به این بحثیم عزیزان. اوقاتی از زندگی ما می گذرد به لغو، یعنی مطالبی که نفع و عائدی نه برای دنیای ما دارد نه برای آخرت ما. این میشه لغو. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اون اوقاتی که به بی حاصلی و بی خبری می گذرد، اینها لغو زندگی ماست.
و لغو آدمی رو به جایی نمی رساند. ره توشه مناسبی برای موفقیت در زندگی، در دنیا و آخرت نخواهد بود. اینو باید اجتناب کرد و شناخت. و اشاره کردم از نکته‌های مهم موفقیت در زندگی این است که چیزی که ارتباط با ما ندارد، به تعبیر معصوم عرض می کنم، ما لا یعنیک. امام صادق فرمودند آنی که نه به کار تو می آید نه به شأن تو می آید، پرداختن در این مسائل رو بگذار، برو سراغ اون چیز رو بگیر که امروز به کار تو می آید، فردا به کار تو می آید و زندگی تو رو آباد و سامان می دهد. این هاست که باید به اون بپردازی. پس این حال خوش این بندگان خدا در دنیا بود که اونجا ثمره این کار خویش رو می بینند و مشاهده می کنند. اونگاه به دنبال اون فرمود لاقیلن سلامن سلاما، چه جوی در اون عالم حاکم است؟ اونها چه میشنوند؟ نمیشنوند، گفته نمیشود در اونجا مگر سلامن سلاما. استهزار دارید؟ کلمه سلام یه عنوانی است که دو نکته عمده رو میرساند، عافیت و امنیت. این دو نعمت بزرگ و دو گمشده و دو بهشتی که دو گمشده‌ای که در بهشت گمشده ما در پی اون هستیم اینجاست. الا قیلا سلاما سلاما، فضای اونجا رو سلام گرفته است، تهیت هست، امنیت هست، آرامش هست، عافیت هست که موج میزند، میشنوند، میگویند. به همین خاطر نام اون جهان دارالسلام است، یعنی جایی که در اونجا کلن سلام و سلامتی حکومت میکند و بس. خب این رو توجه داشته باشید، ببینید از هنرمندی های بزرگ شرع مقدس اسلام و افتخار ما مسلمانان این است که ما مبنای ارتباطمون رو با هم، یعنی اولین تعامل اجتماعی که دو مسلمان با یک دیگر دارن، در هر شأنی باشن، صغیر باشن، کبیر باشن، عالمان، جاهلان، غنیان، فقیران، سیاهان، سپیدان، اولین نقطه تلاقی دو مسلمان با هم چیست؟ سلام علیک، سلام علیکم. اون حرف آخری که در بهشت وجود دارد شعار اولی است که ما مسلمانان به یکدیگر در دنیا باید بگوییم. هیچ تحییتی، هیچ سخن آغازین و حسن مطلع و شروعی ارزش و بار کلمه سلام رو که در اسلام دارد ندارد. یعنی هر معادلی شو که بگید، ما از سر ناچاری بعضی از کلمات رو نمیدانم از انگلیسی یا از زبانهای دیگه به سلام ترجمه میکنیم. اینها معانی کلمه سلام رو ندارد. هلو که این معنا رو نمیرساند. نگاه کنید مکملان ببینید چه مینویسد در مورد هلو. این که اصلا معنی سلام رو ندارد. اون سلام، عافیت و امنیت در این نهفته نیست و در زبانهای دیگر همینطور. اون حرف آخر انسان‌های رسیده به کوی سعادت اولین جمله است که من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت. از تواضع اسلامی این است که به هر کسی که میرسی از آحاد جامعه اسلامی بگو سلام علیک. منتظر اون نباش که به تو سلام کنن. یعنی اولین چیزی که برای دیگران تمنا میکنی و تقاضا میکنی عافیت اونهاست، امنیت اونهاست. هنگامی که این جمله رو دو مسلمان به یکدیگر میگویند، پیام عمده ای که میرساند این است که دوست من، آی مسلمان، هنگامی که من به تو میگویم سلام علیک، یعنی از ناحیه و از سوی من هیچ مشکلی امنیت تو رو تهدید نمی کند، هیچ مشکلی عافیت تو رو از ناحیه من تهدید نخواهد کرد. میدونید این چه پیام مهمی است؟ این چه ادب بزرگی است که در شرع مقدس اسلام این هم توکید و توصیه به این میشه که حتما رها نکنید، حتما مقید باشید. لا کلام قبل سلامن، بدون سلام سخن نگویید، آغاز به کلام نکنید، دهان باز نکنید. تمام اینها ما رو به این سوق میدهد. فرمود این حال روز بهشتیان است، اینها نمیشنوند مگر سلام الا قیلا سلاما سلاما. اینها کسانی بودند که سلام رو از دنیا شروع کردند. اینی که همتون میدونید، بلدید، خوبم بلدید، که در طول عمر بر وجود مقدس نبی مکرم اسلام هیچ کدام از یارانشون سبقت در سلام نیافتند. اگر بعضی ها میخواستن یه مقداری سر به سر پیامبر بگذارن، اگر پشتی پناهی پنهان میشدند، اونگاه میخواستن به پیغمبر برون آیند و یک بار سلام کنند، نبی رحمت میگفت آی ابوذر که پشت اون دیواری، سلام علیک.
ابوذر پاسخ میداد و علیک السلام یا رسول الله، باز هم شما بردید، باز هم برنده میدان شما هستید. اون کسانی که با سلام زندگی رو شروع میکنن در کوی سلام هم ساکن خواهند شد و جایگزین دارالسلام یقینا خواهند بود. فرمود لا قیلا سلاما سلاما. خب این پایان بخش موقعیت و جایگاهی بود که مقربان از سابقون از سابقون و پیشتازان رو مشاهده کردید که حضرت باری تعالی در اوج زیبایی مطرح فرمود. و همینجا سخن رو میبندیم و گفتار امشب از اینجا. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. بگذارید از گروه دوم بگوییم. خب با عزیزانی که همراه بودیم در مباحث قبل عرض کردیم از سابقون از سابقون، اینها پیشتازانی هستند، جلودارانی هستند که الگوهای امتها بودند. اینها قلیلند، اینها کمند، اما بعد از اونها نوبت اصحاب الیمین میرسد که امیدواریم به فضل و عنایات الهی نام ما در لیست این گروه باشد، ما از اصحاب الیمین باشیم. اصحاب الیمین چه کسانی بودند؟ اصحاب الیمین کسانی بودند که در این چالش ها و تنش های درونی انسانی، یعنی این که از این سو می آمد هواها و خیالات فاسد وارد می شد در دل، خاطرات شوم ابلیسی، پالس های شیطان بر جان و دل انسان وارد، از سوی دیگر الهامات ربانی در کنار آن وساوس شیطانی، این جان انسان در معرض این حال و هواهاست، هیچ برو برگردی هم نیست. همه ما مبتلای به این خصوصیتیم عزیزان. اما اون ارزش و فضیلت آدمی در این است که در این مسیر قرار میگیرد، میاد این خواطر شیطانی اما تکان در این وجود نمیدهد. آدمی ندای شیطان رو پاسخ نمیدهد، پاسخ مثبت نمیدهد. این میشه اصحاب الیمین. و این رو بگم به دوستان عزیز، اگر این چالش و تنش، این کشش و کوشش در وجود ما انسان ها نباشد، ما ره به جایی نمیبریم، ما نمیشویم آنی که باید بشویم. ما آن بنی آدم و آن انسانی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اون تقویم بلندی که خدا بر تابلوی خلقت نصب کرده است، نخواهیم بود. شما ببینید وقتی یه مسئله تهدید امنیت پیش میاد، اونجاست که ضریب امنیت ملی بالا میرود. اونجاست که وقتی یه احتمال نفوذ دشمن خارجی است، یه حمله از یه مرزهاست، گردانهای مرزی مهیاست، لشکرها و سپاهها منظم میشوند، مرزها رو میبندند، تهدیدها رو جدی میگیرند، قوه و نیروها به کار میفته، اونگاه تکنولوژی نظامی بالا میآید، اوج میگیرد. این قصه ما آدمیان است. این است که ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد. در وجود ما اگر تهدیدات شیطانی نمی بود، اگر خیالات فاسد شیطانی نبود، که ما آب راکت بودیم، ما که تکان نمی خوردیم، ما که اوج و کمال نداشتیم. کمال وجودی ما آدمیان این است که گزینه ی کذب می آید، گزینه ی صدق هم میاد، می جنگند، دست رو بر ساحت صدق می نهیم و می گیریم، می گیم النجات فی الصدق، اونگاه رو به بالا می آیید. اگر این تعارض در وجود ما نباشد، اگر این تنافی نباشد، که ما نمیشیم بنی آدم، که ما نمیشیم اما الذین سعدوا ففی الجنه، اونگاه سعادت معنا ندارد در وجود انسان. سعادت در جایی است که امکان شقاوت باشد، شقاوت در جایی است که امکان سعادت باشد. اگر در وجود ما این تعارض ها نباشه که معنا ندارد اصلاً. اصحاب الیمین کسی هم که برای این امکانات وجودی خود واقف شدن، نفس رو شناختن. در سوره مبارکه روم به عزیزان عرض می کردن بعد از اون که خداوند سبحان فرمود غفلت عامل اصلی واماندن آدمیان است، غفلت، غفلت اشاره کردم در مسائل مالی. ببینید مگر غیر از این است؟ نمیدونم برای فلان مسئله ثبت نام میکنن، چه امتیاز رو میخوان توزیع کنن، بعد شما میگید این تاریخ بود، عجب من غفلتی داشتم، من ثبت نام نکردم، من سهممو نگرفتم، من کارمو انجام ندادم. به خاطر غفلت از منافع مالی وا میمانیم. کل زندگی این است، یعنی غفلتی که ما در زندگی داریم، یعنی این غفلتی که ما در مسائل روحی کمالات داریم، عامل واماندن ماست. بعد خدای سبحان برای برون کشیدن ما از غفلت پیشنهاد میدهد اولم یتفکروا فی انفسهم،
برید تفکر کنید در نفستون، برید تو وجود خودتون، بعد میبینید از غفلت به در میایید یا نه. اصلا فرو رفتن تو این نفس و همین چالش هاست عزیزان که انسان رو از غفلت ها به در میارد و انسان رو انسان میکند و اون جایگاه عالی رو به وجود ما میدهد و بعد به جایی میرسد که گفتمین جام جهان بین به تو کی داد حکیم. گفتان روز که این گنبد مینا میکرد، در ادب پارسی اصطلاح جام جهان نما یا جام جهان بین رو عزیزان اهل ادب زیاد دیدید در ترکیبات ادبیات پارسی. جام جهان نما گویی بود بلورین در اعتقاد حکمای قدیم ایران که میگفتند تمام تصاویر عالم گنبدگونه درون این نقش میبندد، بعد حکیم این رو میچرخاند، ما در پیاله اکثر رو خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، میچرخاند حوادث عالم رو میبیند، این سو چه خبر است، اون سو چه خبر است، فردا چه میگذرد، دیروز چه گذشته است. و اونگاه ریشه این رو که میکاویدن میگفتن جام جهان نما و جام جهان بین نیست مگر نفس قدرتمند آدمیان که ان نفس و فی وحدتها کل القوا. این نفس ماست که جام جهان نماست، این نفس نفیس آدمیست از ماده نفاست و کمیابی که چنین جایگاهی رو دارد. این اصحاب یمین متوجه این شدند، تفکر در نفسشون کردند، اون نفاست و ارزش وجودی خیش رو یافتند، پتانسیل های ذخیره شده در جانشون رو، این انرژی ها رو رها کردند، اونگاه غالب شدند بر زشتی ها، غالب شدند بر ناپسندی ها و شدند اصحاب الیمین. این هنر رو در طول زندگی به خرج دادند و این توفیق حاصل شد. حالا اینها به کجا میرسند؟ پاسخ مثبت دهندگان دعوت انبیاء الهی، اون کسانی که ندای حقیقت نفس رحمانی رو شنیدند و قبول کردند، زیبایی ها، طیبات، حسنات رو سرلوحه زندگی قرار دادند، حال آینده اونها رو خداوند سبحان به نمایش میگذارد. و اصحاب الیمین ما، اصحاب الیمین. من اینجا یه جمله کوتاهی رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. یکی از اصول بسیار موفقیت در آیین سخنوری، در آیین تعلیم و تبلیغ و تعلم به طور کلی در هر عصر و زمانی همیشه این بوده است که انبیا مجهز این بودند که نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما انبیا موظفیم به مقدار فهم جامعه با اونها سخن بگیم، و لا استغصن فوق استغصات گفتن و مردم چیزی از آن نفهمیدن دردی رو درمان نمی کند جز تزدیه استعدادها و وقتها و حال و روز جامعه. باید سخن رو به گونه ای گفت که سخن را بر مزاج مستمع گوی، که اینها متوجه باشند تعلیم و تربیت و الا محقق نمی شود. همان جمله ای که گاه گفته این پس می گویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. رسولان الهی کلم الناس علا قدر عقولهم، به مقدار فهم و استعدادها سخن میگفتن. این سنت اول حکیمانه الهی است. خداوند میخواد با یه ادبیات نمایشی بسیار زیبا جایگاه شما رو در آینده نشان دهد. واقعا تصویرگری است، واقعا امیجری است، یعنی دقیقاً اون صور خیال زیبای این حقیقت رو خدای سبحان به نمایش می‌گذارد. اینها لطافت داره واقعا، منتها باید به زبانی گفته شود که اولا مخاطبان اولیه زمان نزول قرآن این مطالب رو بفهمند، همون عرب بدوی پابرهنه بی فرهنگ بدون معارف متوجه بشه خداوند سبحان داره چی میگه. بعد اوج هنرمندی و اعجاز قرآن یعنی همین، که در لابلای این شیوه سخن گفتن که اون ادب عرب جاهلی هم متوجه میشه، از بطون اون، از اشارات اون، از کنایات اون سخن به درآید که امروز شما، فردا آیندگان، در هر عصر و زمانی، در هر موقعیتی اونچنان لذت و حلاوت این سخن رو حس کنن که نو بودن اون برای اونها قابل لمس و توجه باشد. همان که صاحب این بقعه مبارکه فرمود ما بال هاز القرآن تزداد و ریا، آمده است در محضر مبارکش یا ابوالحسن رضا، چیست حال روز این قرآن که نو نو میرسد، احساس تازگی میکنیم، صد بار خوانده ایم، 200 بار خوانده ایم، باز خسته نمیشیم، ملال دلمون نمیگیره، باز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، یاسین بر قرآن الحکیم، الف لام میم ذالک الکتاب، خسته نمیشیم، ملال ندارد، کهنگی ندارد. فرمود ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس،
این قرآن جریان دارد مانند خورشید، هیچگاه دل آدمیان از خورشید نمیگیرد، بلکه وقتی که به اوجش که میرسند لبشون باز میشود و میگویند صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. اینها تمنای دیدار خورشید دارند. اگر گمان کنند که شبی سر بگذارند و فردا صبحی خورشید نیاید، قصه دلهای اینها رو میگیرد و میگویند سر اون ندارد امشب که براید آفتابی. اینها تمنای آفتاب دارند. نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. کی از آفتاب خسته شده است؟ کی خورشید رو نمیخواهد؟ همه طالب آنند. قرآن مانند خورشید بر فراز افقها و دستها در حال حرکت و جریان، تمام نسلها، تمام اصلها، تمام سرزمینها حاجتمند به خورشید، نورانیت اون و حرارت اون هستند. فرمایش حضرت صامل الحجج. پس بنابراین قرآن وقتی مطلبی رو بازگو می کند، عزیزان ذهن مخاطبان و اون کسانی که طبقه اول، طبقه دوم، همه طبقات در نظر حضرت باری تعالی است. ممکنه مثال با یه فرهنگ قابل هضم اون جامعه باشه، اما وقتی اشارات و کنایات و بطنهای اون رو باز میکنید میبینید سخن امروز است. اصحاب یمین چه حال روزی دارن؟ فی صدر مخزود. اینو مقدمه این مطلب گفتم. فی صدر مخزود. اینها در یه شرایطی قرار دارند که صدر مخزود دارند. کلمه صدر نام درختی است. این همان درختی است که در میان عرب جایگاه بسیار والایی داشته است به ادله مختلف. خب استهزار دارید، پاره از اشجار و درختان اینها سایه بسیار زیبا دارند. اینها تو غنیمت شمارین سایه بید و لب جو، اما وقتی دستت بلند کنی از اینها تمنای ثمر و میوه کنی، به سرو گفت میوه بر نمی آوری، گفت آزادگان تهی دستند. اینها ثمری ندارند، میوهی به تو نمیدهند، اما سایه دارند. پاره از درختانند که اینها میوه میدهند اما سایه ندارند. شما زیر تاک انگور نمیتوانید از سایه اون استفاده کنید، بلکه زیان و ضرر هم خواهید دید. و حال اینکه میوه او میوه است اونچنانی در صدر میوه ها و لذت های دنیاست. واقعا پاره از درختان اینن، پاره آنن. بعض از درختان بالاخره اینها میوهشون به کار می آید، اشیاء دیگر و اجزاء دیگرشون چندان مثمر ثمر نیست. یکی از درختان مبارکی که فرهنگ جاهلی اون روز می شناسد و همه چیز اون خیر است، برای عرب درخت صدر بود. درختی که از برگ اون استفاده می کردن برای تطهیر و تنظیف و برای شستشو، کمون که همین الان هم بالاخره وجود دارد. می دانید که بر بدن انسان مسلمان هنگامی که میمیرد سه غسل لازمه. یعنی غسل میت رو که میدن با سه شیء، یکی با صدر است، یکی با کافور است، دیگری با آب قراح و خالص، یعنی ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود. وین بحث با ثلاثه غساله میرود به تعبیر جناب حافظ. سه غسل بر این بدن لازم میآید. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. این سه غسل همون سه غسل است: صدر است، کافور است، آب خالص است. صدر این خصوصیت رو داشت در برگش. میوه اون، این درخت اسمش در فارسی درخت کناره. صدر اسم اصلیش عربی است، پارسی اون کنار. میوه اون نبوق یا نبوک. میوه مفید، شاخه مفید، برگ مفید، سایه بسیار دلکش و دلنواز، میوه ها سربلند، کاملا زیبا و عالی و جالب. این درخت یه درخت الگو بود در میان جامعه عرب. فی صدر مخزود، در اینها در سایه درختی به سر میبرند که برکات دیگر آن هم برای این جماعت هست و این مخزود است. فقط یه مشکلی گاه در بعض از درخت ها هست. حالا ببینید اون کنایه‌ای که الان ما خوب لذتش رو میبریم با اون این است که در دنیا بالاخره شما هر درختی، هر میوهی، هر شجری رو که بگید میدونیم این نکته وجود دارد. هر کرا میل و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز. در دنیا گل بی خار نداریم، اما فی صدر مخزود. مخزود یعنی خار چیده شده، یعنی خارها به کناری رفته است، یعنی هیچ. فقط خیر است، فقط محض است، فقط برکت است. فی صدر مخزود.
و تلح منزود. کلمه تلح گاه به معنای شکوفه است، البته از استعمالات الان که به دنبال اون در طول تاریخ هم بوده، کلمه تل به معنای موز هم هست. تله منزود، موز روی هم آمده، خب یه شکل خاصی دارد عزیزانی که این درخت ها رو ببینن، اما به لحاظ زمان نزول این معنا نیست و تل همون شکوفه است. خب اینها یه درختی است در یه سایبانی به سر میبرند، در یه باغستانی به سر میبرند که درخت اون بهترین درخت هاست. حالا اون قسمت بعدیش هم توجه داشته باشید، وقتی پیغمبر به معراج رسید، یه جلوه از اون جلواتی که رسول خدا در اون ملکوت دید چی بود؟ پیغمبر چه درختی رو دید؟ عند سدرة المنتهى. پیغمبر در کنار درخت سدره‌ای که در منتها بود به سر برد و نشست. این بعدایش که باید بیان اهل دل، اهل حکمت، اهل عرفان و اهل معرفت بشکافن. اون سدرة المنتهایی که پیغمبر تا معراج میرود به اون میرسد، جاییست که اصحاب الیمین در سایه اون به سر میبرند. اون عرب اون رو بفهمد، شما این رو بفهمید و این استفاده رو از این کلام زیبای الهی خواهید فرمود. به دنبال اون فرمود و تله منزود. اینها خب اون میوه سایه تمام اون، اما زیبایی بهشت اینه که دیشب عرض کردم، جمال گرایی، این که اقناع وجود ما به حس زیبایی است. اصلا ما خیلی اوقات تا زیبایی نبینیم آرام نمیگیریم، اقناع نمیشیم. اشاره کردم ما خیلی چیزها را میخواهیم اما به شکل عادی نمیخواهیم. ما زیبا میخواهیم، ما در یه بسته‌بندی عالی، اصلا هنر خلقت و آفرینش الهی بسته‌بندی بسیار زیبا. هر چیزی رو تو آفرینش میبینید، خدا در زیباترین شکل اون عرضه کرده است و مطرح کرده است برای شما و حظ بصرتون و حق لذت چشمتون رو هم خدا درش قرار داده است. اینها در اونجا در یه شرایطی به سر میبرند که تله منزود است. تله منزود شکوفه های روی هم چیده شده، اون شکوفه های طبق طبق شده. یه درختی بود در میان عرب که ما به لحاظ این که شناخت درستی نداریم، یک کلمه از اون استفاده میکنیم که خاطره خوش نداره، و اون درختی است به نام ام قیلان. ام قیلان، ام یعنی مرکز یعنی جایگاه، به کاسه سر ام الدماغ میگن. چرا؟ چون مغز درون اون قرار دارد، اینو میگن ام الدماغ. ام قیلان بعد مخفف میشه مقیلان. مقیلان یعنی عرب معتقد بود شاخه ها و شکوفه های این درخت رو دیوان چیدن، جنیان چیدن، که اینقدر زیبا و هنرمندانه است. یه عجیب در شکوه و در زیبایی و طبقات شکوفه ها بر روی یکدیگر چیده شده، و چه عطری، چه بویی. البته یه خارهایی هم در کنار اون بود که جناب حافظ گفت: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. جناب خواجه از اینجا ذهنش به این ماجرا رفته است. تله منزود، اون درخت چیده شده پرشکوفه زیبای تا اوج، اینها عالی ترین بستان رو دارن، زیباترین منظره های عالی پیش روی این هاست. سوم و ظل ممدود، و اینها ظل ممدود دارن، سایه مستمر. خب استحضار دارید خداوند دارد یه گوشه از حال هوای اونجا رو مطرح می کند، سایه مستمر و کشیده شده. بالاخره انسان وقتی می خواهد بنشیند، آسودگی کند، وقتی که می خواهد استراحت کند، در پی سایه است. این سونسو نگاه می کند مسافر که سایه ای رو پیدا کند و بتواند در اون سایه به سر ببرد و آسوده باشد. خب سایه ها هم در دنیا این چنین هم که می آیند و می روند. در قرآن کریم خداوند میگوید سایه ها برای خدا سجده میکنن با این حرکتشون. یه وقتی اینو در سوره رعد توضیح دادیم که یعنی چه سجود سجده برای خداوند سبحان. گفت پیغمبر: رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. این سجود ستارگان، سجود آسمان، سجود سایه ها چه معنایی دارد؟ این چه حلقه بندگی است که در به حق کوفته می شود؟ در جای خود اشاره شد. اما سایه های دنیا این است که می آید و می رود. اینها پایداری ندارند، اینها منتهی می شوند، ظهر با سایه از بین میره، باز غروب برمیگرده، جهتش عوض میشه.
ظل ممدود اون سایه مستمر، اون سایه همیشگی برسر که آرامش و لذت در کنار اون وجود دارد و انسانها آسوده می شوند در کنار اون ظل و سایه. وقتی از امام صادق سوال شد یا ابن رسول الله حال و هوای بهش چگونه است، فرمودن قدوات و سیف، مانند صبح های قبل از طلوع خورشید تابستان، یعنی جایی است که ظلمت نیست، نور است، اما خورشید هم نیست. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، خورشید نیست اما اون لطافت نسیم خنک ابتداء تابستان میوزد، سایه این چنین حاکم است و هیچ مشکلی در جو و آب و هوای بهشت وجود ندارد. و ظل ممدود، حالا بیاید یه بعد دیگه شو با هم بررسی کنیم. ببینید کلمه ظل و سایه یه معنای دیگه ای دارد عزیزان، و اون اینه که شما الان وقتی بعض از حضرات و کسان رو اسم میبرید بعد میگید مد ظله العالی، مد ظله العالی، سایه عالی ایشان مستمر باد، ظل ممدود باشن. یعنی چه؟ گاهی میگید فلان کس ادام الله ظله، خدا سایه اون را مستمر. در پارسی خودمون میگیم وقتی میخوان این قدیمی ها محترمین دعا کنن میگن خدا بابا سایه تو بر سر زن و فرزندت مستمر داشته باشد. یعنی چی سایه؟ سایه بر سر بودن رمز خیر، برکت مستمر و همیشگی است. یه جمله، یه حدیثی است، این در کلمات نورانی اهل بیت زوات مقدسه محمد و آل محمد. وجود دارد که معنا رو خوب میرساند. یه وقتی کسانی میخواستن شاه را سایه خدا کنند، میگفتن شاه سایه خداست. کدام شاه؟ کدام خدا؟ کدام سایه؟ از سلطان ظل الله، بله حدیث است، اما نه این حدیث. حدیث از زبان معصوم صحیح و درست، از سلطان العادل ظل الله فی ارضه یعوی الیه کل مظلوم. عجیب حدیث، از سلطان العادل، پادشاه عدالت گستر، حاکم، حکومت، دولت عدالت گستر، دولتی که حقوق رو تأدیه می کند، عدالت رو فراگیر می کند، از سلطان العادل ظل الله فی ارضه، سایه خداوند در زمین است. یعنی چی؟ یعنی اسباب رحمت خدا در زمین است، یعنی سایه رحمت خداوند در زمین است. اما به شرط اون که یعوی الیه کل مظلوم، بتواند هر مظلومی به درب خانه او برود، به حضور او برود و داد خیش از ظالمان بستاند، در این صورت این میشه سایه خدا. یعنی چه سایه خدا؟ یعنی ابزار رحمت الهی بر مردمان. خود یه حکومت عادل از راه های وصول رحمت خدا بر خلق است. به این شیوه جمله از زبان معصوم به زیبایی گفته میشه و فلسفه سیاسی حکومت رو هم در این حال معصومین اشاره میکنن با این بحث. پس ظل به معنای سایه رحمت و ظل ممدود، اینها در سایه رحمت پایدار الهی به سر میبرن. و ما مسکوب، خب وقتی این فضای زیبا و این آرایشگری رو خداوند مطرح می کند، در کنار اون بالاخره اون چه به ذهن می آید دیگه نوبت خوردن و نوشیدن میشه و لذت های دیگه. و ماء مسکوب، آب، مایه حیات، مایه تراوت، مایه نشاط، اون هم مسکوب. مسکوب سکبه به معنای جاری است. الدمعه الساکبه، عشق وقتی از چشم می آید این رو میگن الدمعه الساکبه. یه کتاب مقتلی داریم خیلی خوبه، الدمعه الساکبه، عجب زیبا مصائب کربلا رو دقیقا مدلل و منزه و پاکیزه و تاریخی نوشته است. نام این کتاب عشقهای جاری است، الدمعه الساکبه. سکب به معنای جریان است. خب این رو استهزار دارید، در آب ماندن، آب هنگامی که میماند راکد میشود دیگه فرق میکنه. اما زیبایی آب به چیست؟ جنات تجری فیها عینان تجریان، جریان آب است که زیبایی میدهد. از عالی ترین راه های طبیعی تصفیه آب جریان آب است که هیچ نیاز به تصفیه شیمیایی هم ندارد، اصلا راه تصفیه است گذراندن آب و جریان آب. فرمود و ماء مسکوب، آب جاری و گوارا در کنار اینها فراوان.
و خب در کنار آب حالا خداوند داره لذت‌های جسمی رو مطرح می‌کنه و فاکهت کثیرت لا مقطوعه ولا ممنوعه. در مورد فاکهه اشاره کردم و خداوند عالی‌ترین ماده غذایی و میوه ناب رو در اختیار اینها قرار می‌دهد، اما با این خصوصت فاکهت کثیره. ببینید قرآن تأکید بر زیادی میوه می‌کند. در سبد غذایی ساکنان بهشت سهم میوه از بقیه مواد بیشتر است. اونهایی که بهشتی میخوان زندگی کنن اینو باید به گوش بگیرن، در سبد غذاییشون در دنیا سهم میوه بیشتر از خیلی چیزها باید باشه. اونی که بالاخره میدانیم واقعا در جای خودش بسیار نکته دقیق و حکیمانه است که حاجت این بدنها و جسمهای ما آدمیان در دنیاست. و فاکهت کثیره. اما لا مقطوعه ولا ممنوعه، چه زیبا میگوید خداوند سبحان. میوه هایی که برای اونها در نظر گرفته میشود این خصوصیت رو دارد که نه قطع میشه و نه منع میشه. دارد اون آسیب شناسی میوه های دنیا رو خداوند مطرح میکند. خب در دنیا استهزار دارید از مشکلاتی که در باب میوه وجود دارد، اینه که میوه ها فصلی است، یعنی قطع میشه، گاهی هست و گاهی نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف و شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. این میوه ها این چنینن، گاهی هستن و گاهی نیستن. دیگه بود از این سوی عالم به اون سوی عالم ببرند و بیاورند که بازار رو رونق بدن، و الا اینها قطع میشن. اینها فصلی هن، موسمی هن، بر اساس آب و هوا هستن و شرایط اقلیمی محیط تربیتشون چنین حالتی هست. اما از این مهمتر، نه گاهی میوه هست اما مشکل اینه که ممنوعه منع دارد. یعنی چه؟ گاهی منع طبیعی است، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل اصلا دور از دست ماست. گاهی منع اقتصادی است، یعنی چشم آدمی میبیند، نوبرانه میآید، نگاه میکند چشم انسان، دل میکشد، اما ولکن هذه طبع النفیس لا یساعده الکیس، اما کیسه مدد نمیکند، اما انسان توانش ندارد، حسرتش به خانه میبرد برای زن و فرزندش، نمیتواند، نمیرسه بیشتر زندگی به خیلی از حوائج اصلی، دیگه به میوه کار نمیرسد. این منعه، ما این مشکل داریم. این منع اقتصادیست، گاه نه اصلا منع طبیعیست. حالا منع طبیعی جسمیست، اصلا این میوه وجود دارد، اما این معده رو چه بکنیم؟ این معده کارش به اونجا رسیده است که هیچ میوه خامی رو نمیتواند هضم کند. نارسایی گوارشی چنین حالی رو به ما دست. این دیابت و قند رو چه بکنیم؟ دست ما تا میره بعد زود سرکار آشخانه میگن نخورید آقا، این دکتر گفته برای قندتون ضرر دارد، آقا اینو نخورید، چنین و چنان میشود. این نمیتونیم، این منعه. از این یه پله بیایید بالاتر، گاه منع مالکانه است. شکی نیست در شرع مقدس اسلام مالکیت محترم است، اما منع مالکانه است. این دیوارهای بلند کشیده شده است، سیمهای خاردار هم کشیده شده است. چشم شما میفتد به این میوه ها، از کنار اینها نظر میکنید و فقط نگاه ما به اون میفتد، اما دربه ها محکم و دیوارها بلند و نمیتوانیم کارش بکنیم. حق رو هم دارن. ببینید اینجاست، من یه وقتی یه بحثی رو به دوستان گفتم جالبه بگم، در احکام اسلامی ببینید چه ظرافتی وجود دارد. حرمت مالکیت هر مسلمان مسلم، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. از اصول عقلایی در جامعه بشری حرمت به مالکیت، تمام نظام های اقتصادی این رو قائل بودن. مارکسیست هم در نظام به اصطلاح عرض به خدمتون سرمایه‌داریشون، اگر در سوسیال هم بحث می‌کردند، اونها هم بالاخره یه نوع مالکیت رو قائل می‌شدند در یه حدیش. اونها هم نمی‌تونستن القاء مالکیت بکنن در همون نظام‌های پوسیده خودشون. مالکیت یه اصل مترقی انسانی است، بشری است، خداوند در شرایع الهی این رو تدوین کرده است. اما در یه جایی خداوند با اجازه خودش و ولایت خودش پارو مالکیت من و شما میگذاره و به دیگران اجازه هایی میده. عجیب است عزیزان. یکیش اینجاست. یعنی مال انسان و مسلمان محترم، دلش میخواد هر جور مالش رو حفظ کند ببندد، بله. اما گاهی ببینید چه حسابیست در کار. اینا رو باید خیلی مطالعه کرد روش. قاعده ای رو در اسلام داریم در مورد همین فاکهه است، میوه است.
شما در مسیر عبور میکنید. این دیوار بلند نیست، این سیمهای خاردار هم با آسمان کشیده نشده، از اون تابلوهای کذایی هم نصب نکردن که نمیدانم چیه، خدا بر کسی که چه بکند، نه اینها نیست. در این مسیری دارید میرید، یه فالیز بسیار زیبای خربزه و اندوانه است، این بوته های خیار به شما چشمک میزند، این میوه ها رو در کنار جاده و مسیر میبینید که و افانین علیها جلنار علقت به شجر الاخضر نار، این سیب ها، این انار ها، این پرتقال ها به شما چشمک های قوی میزند. کنار جاده مال مال مردم است، مالک دارد. شارع مقدس اسلام قانون وضع میکنه اینجا، میگه حقی وجود دارد به نام حق الماره. کسانی که از این مسیر عبور میکنند، رهگذرانی که از این وادی میگذرند، از درخت های باغ شما، از مزرعه شما، به مقدار استفاده شخصی فعلی الان خودشون حق استفاده بدون اجازه و رضایت شما را دارند. چه شما راضی باشید چه نباشید، خدای صاحب زمین راضی است. این حق الماره است اسمش. تمام فقها هم این رو گفتن، هیچ اختلاف هم درش نیست. یعنی اینجا جایی است که دیگه خدا یه اجازه عمومی میده به انسانها نسبت به میوه. این در خود میوه هاست. البته آدابی دارد، خصوصیاتی دارد. عمدن نباید ما مسیرمون در این فصل به این جاده بندازیم. یک، البته ایام محرم است، نمیخوام عزیزان رو بخندانم، اما جای خنده دارد، به هر حال نمیشه ازش گذشت. یک، اینکه نباید عمدن. دوم، اینکه وقتی میرید از کنار جاده باید باشه، نه تونل بزنیم داخل مثلا گمانه بزنیم، نه اونم نباید باشه. به مقدار خوردن باید باشد، نه بردن به صندوق عقب ماشین. اینها سه تا نکته داره در وجودش. اما اسم این حق الماره است که خدا حق شما رو بر حق مالک مقدم می‌دارد. این خاصیت بهشتی است، این صفت بهشتی است. وقتی که تابستان می‌شد، عزیزان دارندگان موقعیت، ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. تابستان و فصل میوه که میشد، صادق آل رسول، امام به حق ناطق، جعفر ابن محمد صادق، از صادق علیه السلام دستور میدادن دیوار باغشون رو در ناحیه شرق و غرب یا شمال و جنوب متقابلا خراب کنن. سلم الحیتان میکردن، بعد این رو اعلام راه عمومی میکردن، میگفتن اینجا مسیر آمده شده، بیایید برید و بعد از حق الماره استفاده کنید. ضمناً این رو شخص امام صادق عمل میکردن. حالا ما دیوارها رو ممکنه بعد از 2.5 متر 3 متر سیم خاردار شد 2 متر بالا ببریم، مبارک است انشاءالله. فرمود ففاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه. اینها با چنین شرایطی استفاده می کنند از لطف خداوند به عنایات حضرت باری تعالی. حالا دیگه رسیدیم به بحث نعمتهای روحی و لذتهایی که از جسم فراتر می رود، روح رو می پوشاند، جسم رو می پوشاند و روح رو فرا می گیرد. و فرش مرفوعه، بسیار عالی دقت بفرمایید، و فرش مرفوعه. کلمه فرش جمع فراش است، فراش یعنی همسر، یعنی زوج، یعنی همسر. استعذار دارید تعبیر قرآن از زوجیت و بانوان، چه زن و اون چه مرد، مخصوصا در مورد زنان، یه تعابیر خیلی محترمی است. یعنی خداوند در قرآن به شیوه گاهی ادبیات زبانی ما مسلمان ها تا سخن نمیگوید، یعنی خیلی صریح و بی‌پرده و خیلی رسوا بعضی از چیزها رو بنا نیست در اسلام مطرح بشه. همونطور که پاره از روابط در قرآن در حالی از عفاف و حیا و زیبایی و لطافت به صحنه می آید، اصلا صفات و اسامی هم که در قرآن میاد، ببینید خداوند به زن در قرآن صاحبه می گوید. در عین این توصیفات وظایف داره داده میشه، شرح وظایف و خصوصیات گفته میشه. به زن صاحبه گفته میشود، به مرد صاحب گفته می شود. در مورد خدای بزرگ می گویید لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خداوند نه همسر دارد نه فرزند دارد. چرا به زن و شوی صاحب و صاحبه می گویند؟ صاحب
یعنی قرین نزدیک که از او نزدیکتر به انسان کس وجود ندارد. باید یه محیط خانواده محیطی باشد که دیگه این زن و شوی این نزدیکی کامل رو بعد دیگه اینا نباید چیزهای حیات خلوتی داشته باشن پشت سرشون پنهان از هم، دیگه اینا نباید، اون صفا باید در میان اونها و در میان ایشان آنچنان حاکم باشد که اینا صاحب هم باشند. تو این محیطی که لذت زندگی رو بهش صفتی رو میفهمند، تو این محیطی که میتوانند فرزندانی پاکیزه سالم جسمن روحن عقلن به جامعه تحویل بدن، اگر اینا با هم پنهانکاری داشته باشند و اگر بی صفایی در میان اینها حاکم باشد، این نمیشه اونه که باید بشه، این نمیشه اصلا مفهوم زوجیت، این ره به کمال نمیبرد. خدای سبحان در قرآن به زن و شوی لباس میگوید، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اینها لباس شما، شما لباس اینها هستید. بابا نزدیکترین چیز به بدن انسان جامعه آدمی است، لباس آدمی است که چسبیده به تن است. چه کسی محرمتر برای زن از شوهرش و بالعکس؟ اینو خداوند تجزیه میکند، اینو خداوند تجویز میکند و توصیه میکند. باید یه چنین حالتی باشد، باید اینها راز و رمز هم بدانند، سوز و ساز هم بخوانند، نزدیکترین کس هم باشند، بیا تا یار هم، دلدار هم، غمخوار هم باشیم. این یه خانواده مطلوب در شرع مقدس اسلام است. یکی از کلماتی که در این باب استعمال میشه که الان میبینید همین کلمه رو خدا در مورد همسران بهشتی هم به کار میبره، واژه فراشه. از این چیزی که ما یاد داریم بگیم تجدید فراش، بیشتر از اینش بلد نیستیم تو جامعهمون. خود کلمه فراش از ماده فرش و فرش میآید، یعنی بساط، عامل آرامش، آسایش. زن و شوی اگر مبناشون و سیاست داخله و خارجشون تنش زدائی نباشد، زن و شوهر نمیشوند. اگر این دو عامل تسکین هم نباشن، زوج نمیشن. تو این محیط آرامش به فرزندانشون منتقل نمیشه. اگر ما تو این محیط کوچک خانواده خودمون نتونیم اون صلح و امنیت رو، اون امان رو، اون آرامش رو، اون تسکین رو به تعبیر قرآن، اون سکنا و تسکین رو حاکم کنیم، خیلی مشکل داریم عزیزان، واقعا مشکل داریم. این زندگی هایی که چالش و تنش به کمترین چیزی، اگر 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت با هم صحبت کنن، زن و شوهر باید نیم ساعت دوم رو دیگران بشنوند صداهای اینها رو. این نمیشه زوجیت، این فروش نیست، این خودمون محروم میشیم، خودمون از اون لذت هایی که خداوند و از اون امکاناتی که خدا در زندگی برامون مهیا کرده است عزیزان فارغ میشیم و دور میشیم و این دست خود ماست. ما هستیم که بر اساس عقل و تدبیر و تربیت و شناخت و حقوق متقابل و وظائف متقابلی که تکلیف و حقی که خداوند برامون تعیین کرده میتوانیم گلستان کنیم این محیط خانه را. میتونیم واقعا گلهای ما توی بستانی رشد کنن و شاهد اعتدال وجود اینها باشیم، و الا میبینیم عقده ها غیره اینها سر بیاورد در فرزندان ما و انسونسو مشکلات اجتماعی و فراوان ایجاد میکنند. پس فروش تعبیر قرآنی است در مورد همسران. حالا همین رو قرآن منتقل میکنه، منتها با این قید، مخصوصا این رو تأکید میکنم بانوان محترم توجه کنند، ولو خداوند اینجا وقتی میگه فروش، همون بحث دیشب زن و شوهر، هر دو مورد توصیفند، اما وقتی تکیه میشه خوب توجه بفرمایید خانم ها، فرمود و فروش مرفوعه، بانوانی که اینها چی اند؟ بالا هستند. اینها همتشون، خواستشون، دلشون، وجودشون، صفاتشون پست، دون و پایین نیست. ببینید من عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، مخصوصا از خانم های محترم. خود شما، من میشنوم خانم ها میگن گاهی میگن این حرفای زنانه رو ول کن، خودشون میگن حرفای زنانه رو ول کن. یعنی چه؟ یعنی گاه بانوان میلشون پست میشود. به مریم گفته میشود، ماری یا مریم، یعنی زنی که میل به صحبت های زنانه ندارد، میل به صحبت های زنانه ندارد، این میشه مریم. چرا باید اینطور باشد؟ چرا باید به گونه ای رفتار کنن بانوان محترم که گاه این عنوان رو خودشون به خودشون بگن این عذرخواهی میکنم، بازم خیلی ببخشید، به قول مشهدی های قدیمی خودمون میگن این صحبت خاله زنی کس،
این تعبیر رو به کار میبره. چرا باید اینطور باشه؟ فروشن مرفوعه، اون زنانی که میخواهند جایگاه بهشتی داشته باشند، یعنی زنان ایدئال وجود که جایگاه اونها در آینده این چنین است، باید چی باشن؟ فروشن مرفوعه. دوستان من، حیف اندیشه انسان است، حیف عمر انسانه. ای برادر، تو همان اندیشه ما بقی خود استخوانو ریشه گر بود اندیشت گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. عمر اگر به این بگذرد که این مد شد یا نشد، این دموده شد یا نشد، این یک چاک شد یا دو چاک شد، این رنگ رنگ سال است، اون رنگ رنگ پارسال است، عمری که داره به این میگذرد، این عمر است. این چیست برای یه زن مسلمان که تمام هم مهمتش این باشد که چه خورد و چه پوشید؟ این میشه چه کمالی؟ این چه فضیلتی؟ این چی میاره برای یک انسان؟ گر در طلب گوهر کانی کانی، گر در پی جستجوی جانی جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که اندر پی آنی آنی. خب بابا اگر من در پی اینم همین میشم دیگه، من چیزی سطحی از وجود ندارم. یه انسانی که میتواند که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین باشه، تمام هم بگذره که آیا این دیگه کنه شد، این نمیدونم چی شد. ایات ایات دوستان من، عزیزان من، بریم استفاده کنیم از خودمون، از فرصت هامون، از وقتمون، از عمرمون، از روحمون، از عواطفمون، از احساساتمون، از شوهرمون، از زنمون، از فرزندانمون. بریم دنبال درک لذت ها و حقایق زندگی و تو این پوسته ها و قشر ها خودمون رو پایبست نکنیم. فروش مرفوعه، زنانی که روحشون بلند، طبعشون علو دارد، اینا پستی روح ندارن، اینها به یه مسائل خورده ذهنشون و عمرشون رو مشغول نمی کنند، اینا حقایق رو درک می کنند، مشکلات زندگی رو می تابند، تحمل اون می کنند و با همسرانشون قدم به قدم پا می نهند. اینا میشن کی؟ میشن همسران بهشتی. این میشه صفات همسران بهشتی. میشن اصحاب الیمین. خیلی زیباست بیان الهی. و فرش مرفوعه، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. دیشب گفتیم خدا اگر جمال و زیبایی اینها رو میگه، حور میگه در کنار کمالشون رو میگه، اگر اول کمالشون رو میگه باز در کنارش جمالشون رو میگه، وقتی این دو با هم ترکیب میشه میشود تابلوی هنرمندانه خدایی که سریست خدایی. این نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سریست خدایی. فرمود اینها در این حال انا انشأناهن انشاء، خداوند اینها رو انشاء کرده است، اینها دست ترکیب بند الهی بر اینهاست. فجعلناهن ابکارا، پاکیزگان، دست نخوردگان در قله، ابکارا، عربن اترابا. اینا عربند و اترابند. من مایلم این رو تمام کنم اما خوف وقت دارم، یه جمله میگم بماند فردا شب. عرب از ماده به اصطلاح جمع عرب، جمع عروب است و عروبه. میدونید عروبه یعنی چی؟ اون زنی که تمام وجود و اون شوهری که تمام وجود و دلش در اختیار طرف مقابلشه، این میشه عرب. یعنی یه زنی که وقتی نگاه میکند نه شکل مردی، نه جمال دیگری، نه مال مرد دیگری در نظر او پشیزی ارزش ندارد، و مردی که وقتی نگاه میکنه میبینه زیباترین، جالبترین و پسندیده ترین زن در روی زمین همسر اوست، این رو میگن عرب. زنان و مردان بهشتی این ارتباط خانوادگی رو با هم دارند، عربند. اینا اونقدر وابسته محبتی با هم هستن، پیوندشون با هم تنگاتنگه، که اینا اصلا به دیگران نه رغبتی دارن، نه نظری دارن، نه توجهی دارن. باشه انشاءالله شرح و بسته این رو که اینها من عرض کردم. دوستان عزیز، خدا بهشت میگوید که بهشت بسازیم، خدا بهشت توصیف میکند که بهشت وش زندگی کنیم و فکر کنیم. انشاءالله من ادامه بحث رو فردا شب و بعد متاسفانه دیگه وارد میشیم تو اصحاب المشأمته، ما اصحاب المشأمه، اون گروه سوم. انشاءالله ادامه گفتگو رو با عزیزان فردا شب در میان خواهیم نهاد. امشب عزیزان میدونید وقتی یاد میکنند دل کی شاد میکنند؟ امشب خب این ایام همش این دو ماه میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، اما امشب شبیست که سنتی ها و اهل ذکر و مصیبت
دل سبت اکبر زهرایت هر رو شادمان می کردند. نامی رو زینت بخش مجالس می کردند که وجود مقدس حضرت مجتبی رو یادآور می کند. من خیلی تمایل دارم که کلمه لفظ مقتل رو براتون بخونم، چند خط ترجمه کنم، از مصیبت استفاده کنم. قیله، فقط یه جمله کوتاه، سال یک مرتبه من این رو عرض می کنم، اینم پیام عاشوراست. یعنی از پیام‌های عاشورا شکستن هیمنه مرگ بود. یعنی عاشورایان مرگ رو به تمسخر گرفتن، خندیدن، ریشخند به مرگ زدن، گفتن تو چیزی نیستی که ما از تو بترسیم. این از پیام‌های عاشورا بود. حلقه زدن، شب دهم از شب عاشوراست، دور از سید الشهدا، آقا دارن توضیح میدن بهشون، گفتگو میکنن، حالات فردا رو میگن، برنامه‌هاشون رو تنظیم میکنن. رسید به اونجا که یار من هیچ کدومتون فردا بعد از ظهر دیگه زنده نیستید. همینطور که این سخن گفته شد، یه آقازاده ایست، قدش کوتاه، نمیتونه عمو رو ببینه، پشت این جماعت ایستاده، هی سرک میکشد. جمع متفرق شدن، اومد جلو، میداند که جهاد بر او واجب نیست چون سن بلوغ کامل ندارد. اومد جلو، یه نگاهی تو صورت عمو کرد، گفت عمو شما فرمودید همه اینها فردا کشته می شوند. عمو جان انا فی من یقتل، آیا نام من هم در میان کشتگان خواهد بود؟ اینجا یه جا بود که از سید الشهدا اشک ریختن، هنوز عاشورا نشده، اشک ریختن. قاسم رو در بر گرفتن، فرمودن عمو جان من هم سؤال تو رو با سؤالی پاسخ می دهم، کیف الموت اندک، مرگ در نظر تو چه جایگاهی را دارد، چه نگاهی به مرگ داری؟ تا که این جمله را گفت، بعد التفات بفهمید، حضرت قاسم فرمودن عمو جان ار الموت، این جمله شو شاید نشنیده باشید، ار الموت فی که احلا من الاسل، من مرگ در رکاب شما را از اصل شیرین تر می دانم. این معرفت حسنی است، این تربیت امام مجتبی است. حضرت فرمودن عمو جان اگر اینطور است، این بشارت من به تو هم میدهم که انت فی من یقتل، نام تو هم در تومار کشتگان عشق و کاروان عاشورایان ثبت است. حالا من یک کلمه، صبح شد، روز شد دیگه، موعد شد، لما نظر الحسین علیه، اومد خدمت عمو ایستاد. حضرت یه نگاهی بهش کردن، قد برزه، آماده مبارزه. تا که مقابل حضرت ایستاد، حضرت تحمل نکردن، اعتنقه، تو آغوش گرفتن قاسم رو، و جعلا یبکیان حتی قشی علیهما، عمو گریه می کند، برادرزاده گریه می کند، تا هر دو بیحال شدن. ثم استأذن الحسین، بعد گفت آقا عمو جان اجازه بدید به مریدان برم، فلم و بار، فعبا علیه السلام، بازم استنکاف کردن، ان یعزن له فلم یزن. عزیزان خوب دقت کنید عبارت را، فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، قاسم مدام خم شد، دست عمو میبوسید، خود رو به خاک افتاد، پای عمو رو بوسید، عمو جان اجازه بدید من هم دینم رو ادا کنم، فخرج و دموعه تسیل علی خده، اجازه رو گرفت، حرکت کرد، اشک‌ها می‌ریزد، اون رجز زیبا رو خواند، وارد میدان شد. من دیگه نمیگم مصیبت استفاده می‌کنیم، فقط یه جمله عرض می‌کنم. دوستان من تو عاشورا شنیدید از سید الشهدا صورتشون رو به صورت این غلامشون گذاشتن، اون غلامشون گذاشتن، حضرت علی اکبر گذاشتن، وضع خده و علا خده. من یک جا در عاشورا دیدم که حسین فاطمه صورت به صورت کسی نگذاشت، بلکه وضع صدره علا صدره، سینه رو بر سینه یک کشته نهاد، که سر این برای ما معلوم نیست و اون نبود مگر سینه قاسم صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.